سلام مهناز، چطوری؟ قشنگ بارو حال احوالی؟ چطوری؟ خوبی؟ خوشی؟ عزیزم قربونت برم. من که دیگه میدونی دیگه ازت اینجوریم اصلا خوش نیستم. آره بابا، ببین قشنگ هر کاری میکنه که منو زخمی کنه ها، خیلی برپریده است. دقیقا من فهم میگم خارشی روزگار خور دیگه، چیکار کنم؟ من میخندم خنده های عصبی. آره دیگه گوش بده مهناز، آی مهناز بر تعریف کنم. چند روز پیش این ورپیده زنگ زد گفتش که آره پاشید بیای خونه ما، شام دوره هم باشیم و فلان و اینا. من اولش بهونه آوردم، گفتم نه نمیام و اینا. بعد چند دقیقه بعدش مادر شوهرم زنگ زد، گفت مادر اینقدر بهونه نیار، پاشو بریم دوره هم باشیم، خوش باشیم، فلان و اینا. دیگه ما هم رفتیم، گفتم دیگه حالا دعوت کرد و اینا، اینا دیگه نگن این مثلا چیز میکنه ناسازگاره. آفل دیگه پاشدم رفتم و با شوهرم رفتیم. بعد چند تا غذام درست کرده بود و هی هم تون تون استوری میگیره میذاره تو پیجش، جاری من مادر شوهر عزیزم خونمو هستن، این غذا رو براشون درست کردم فلان بیزار، انگار همه خبر داشته باشن ما اونجاییم و جیار برامو درست کرده. همه قبیشه غذا میخره. آره بابا نه الان آشپزی نیست، همه رو میخره. من میدونم والا اون دست پخ نداره که، گوش بده. یه دونه دوربین رو سپایه گذاشته بود، همه وقایع رو قشنگ داشت فیلم برداری میکرد. هر وقت فیلم برداری میکنه میفهمم نقشه داره. آره بابا عزیزم گوش بده. بعد دیگه شام خوردیم تموم شد، دیدم یه دونه کیک گرفته دستش، آره با آواز خوندن اینا اومد کیک گوش جوری شوهرش بوسش کرد و عزیزم روزت مبارک فلان بیسار، تو خیلی خوبی، خیلی عزیزی و فلان اینا. یه کت شلوار برای شوهرش خریده بود. آره گوش بده دختر، انقدر این کارا میکنه خوش شیرین کنه ها، وگرنه شما جشن بگیری چرا بقیه رو دعوت میکنی؟ والا خیلی پر روی مارموز. گوش بده، حالا اون نبود که، بعد چیکار کرد؟ دو تا کیک کوچیک دیگه آورد، یکشو گذاشت جلوی پدر شوهرم، یکشم گذاشت جلوی شوهر من. دو تا کادو هم آورد گذاشت یکشو جلوی پدر شوهرم، یکشم جلوی شوهر من. به خدا فکر کن چیکارو میکنه که خودشو شیرین کونه. من میخندیدم دیگه، دندونام رو هم فشار میدادم، میگم عزیزم چرا زحمت کشیدی، دست درد نکن، چیکار کنم دیگه، خیلی پر روی چابلوس اصلا. ببین میخواد همیشه خودشو شیرین کنه دیگه. مادر شوهرم هی بهش میگه مادر تو چقدر خوبی، چقدر زحمت کشیدی. پدر شوهرم چقدر ازش تعریف کرد، من واقعا هرس میخوردم، دندونام رو هم که فشار میدادم. ولی چیکار کنم، خنده های عصبی دیگه. آره ببین تمام نقشش اینه که منو خراب کنه، خودشو شیرین کنه. من چی بگم بهش دیگه، به خود اصلا من دیگه واقعا هرس میخوردم دیگه تا بخوام بیام خونه. ببین همیشه هم کارشو درست انجام میده. شوهر من که همیشه طرف من بود، تو اومدین تو ماشین نشستم و اینا، گفتم چه مسخره بازی، خب خودشون جشن میگرفتن. کلی از اون طرفداری کرد، گفت نه زحمت کشیده، برای ما کادو خریده، برای ما کیک خریده فلان بیسو. گفتم چه کادو کیک؟ از پول شوهرش بوده، برای چابلوسیه. اونا هم میگن نه حسودی نکن، فکر کن قشنگ خودشو شیرین کرده جوری چشمه. از اینو مهم نیست برای من، همین کارا رو بکن، همین من بیشتر دوست دارم والا. البته که تو واقعیت خب اونو بیشتر دوست دارن دیگه، خب این چابلوسی‌ها رو میکنه. من از این کار بلد نیستم که، من اینجوری هم، من رو هم. آره مثل اون مارموز نیستم. آره والا چیکار کنیم، همه اونو دوست داشته باشن، میخوام چیکار هستن والا. تو منو دوست داری، تو حرفای منو گوش میدی عزیزم، سنگ صبور. نه عزیزم چیکار کنم، من از این ناراحت نمیشم، به من چه، هی مهمونی بگیره خودشو شیرین کنه، چیکار کنم؟ آره دیگه دقیقه همه اینا رو با نقشه فقط برای منو زخمی کنه. من فهمیدم خارش روزگار خار. والا آره چیکار کنیم دیگه، اینا چابلوسن بلدن. آره عزیزم دیگه زنگ زدم برات اینم تعریف کنم و همینجوری دیگه اینا. آره قربونت برم، واقعا خودت باش عزیزم، فرداش شب قربونت، خدا نگهدار.